نوبت بعد. صد خروار سندر فروختن در مقابل یک پیمانه از هر آنچه خود بخواه. نه حال معامله انجام شده را انکار می کنم. ای قاضی ساکت ساکت، مختارند که مال خود بفروشند یا نفروشند. چه میگویید ای قاضی؟ میگویم حال که معامله انجام نگرفته پس چه جای شکایت؟ احسن بر تو ای قاضی، کدام معامله؟ حکم شما را به جان و دل میپذیرم. پس دعوی تمام است. این بیمزه ترین شکایتی بود که تا کنون شنیدم. حوصله کنید ای قاضی صبور، حوصله کنید. صندل‌ها به فروش رفته است و جماعتی معتمد بر آن گواهی دادند و همه نوشته آمده است. ساکت ساکت، یعنی هر دو شریک بر نوشته حضور داشتند. هر کودکی بهای صندل را می داند جز این برادر عجول من. البته عجله او ذاتی است، از هنگام تولد با او بوده. قاضی حکم می کند معامله فسخ است. پس زحمت را کم میکنیم. چی میگویید ای قاضی؟ نکند عقلت را از دست داده ای؟ تو باید بیعقل باشی که خرید بی فروشنده میکنی. اما فراموش نکن که پای این نوشته نشانه یک مهر است، مهری که بر تمام بارهای شترها نقش بسته. دست کم تو چیزی بگو، زبان گرفته ای، زبان بسته. آری این دیوانگیست. خاموش. پس عدلت کجا رفته ای قاضی؟ این مرد بویی از انصاف نبرده، صد خروار صندل به یک پیمانه. اینجا جدل نکنید، ساکت بگویید یک پیمانه چه میخواهید؟ من این بی را قبول ندارم. من قبول دارم. پدر، تو زنده ای؟ اینجا چه میکنی؟ سنگی را که شما در چاه انداخته اید بیرون میآورم. من این بیرا قبول دارم، از دل و جان منصفانه است، زیرا نشان مهر بر پای نوشته دارد. معامله انجام شده است. خب این مرد شجاع، بگویید یک پیمانه چه میخواهید؟ زر میخواهید؟ نقره میخواهید؟ مروارید میخواهید؟ چه میخواهید؟ من یک پیمانه کک میخواهم. کک؟ آره، نیمی نر نیمی ماده، همگی با زین و لگام و جرفسار، مرصع به زر و سیم و همگی رام. باشد، من از خیر این معامله میگذرم. اگر نمیتوانی شرط را بگردانیم و من شرطی منصفانه بگویم. چه شرطی؟ اگر از صبح تا حال وقت ما را زایل نکرده بودی صندل‌ها را فروخته بودیم، بنابراین صندل‌ها را به بها از ما بخر تا شهر را ترک کنیم. به چه بها؟ به بهای فروش. خب این معامله چه سودی برای من دارد؟ این محکمه به سود تو نبود، این چاهیست که خودت کندی و اکنون در ته چاهی. اگر نمیخواهی ما کک بیشتر دوست داریم. همگی با زین و لگام و جلو افسار. آشد به بهای فروش. چهار کیسه زر. کیسه دار. چهار کیسه زر به آنها بدهید، باشد که در بازار آنها را گم کنند.
برویم پسران من. من دیگر پیر شدم، این بار باید به تنهایی سفر کنید. همه را طاقه‌های رومی بخرید، راهی شهری شوید در کنار آبهای شمال. سفر شما را آب دیده می کند و از تکیگاهی چون من بی نیاز می شوید.